به طور کلی توی قرن هفتم و هشتم شعر رابطه خودش رو با فرمان، چه فرمان الهی و چه فرمان نیابتی که از آن دربار هست، به گونه جدیدی هدایت میکنه. در این زمان تحت سیطره و در واقع آشوب این حملات و جنگ هایی که نام بردیم، دیگه خبری از دربارهای با شکوه و با ثبات نیست. دربارهایی که به نوعی مددکار و پدرخوانده مالی و معنوی شاعران باشند. اکنون این دوران زمان به نوعی جدا شدن تا حدی قهری و تا حدی هم سیر تاریخی و منطق درونی خود شعر ایجاد میکرد. زمان جدا شدن شعر هم از کلام الهی است هم از دربار. شعر چگونه به این انفصال و جدا شدگی واکنش نشون میده؟ باید منتظر یک واکنش به نوعی ناخودآگاه جمعی هم از سوی شعر نسبت به این وضعیت باشیم. کما اینکه دیده بودیم در عصر سامانیان چگونه انتظام و اون سازماندهی دیوان سالاری عصر سامانی در خود شعر بازتاب داده میشه و شما میبینید که دم و دستگاه قصیده به طور کامل از منطق بوروکراسی عهد سامانی پیروی میکنه و خودش رو بر اون اساس منطبق میکنه. یعنی شما همین چیدمان مطلع و تشبیب و تنصیب و تقبل و مدیحه و شریطه و تمنا و تخلص رو شما دارید، انگار هر کدوم دیوان خاصی هستند که متناسب با اون در واقع سوشیال کاسموس یا امر اجتماعی بیرونی در درون داره شکل میگیره. پرسش شما این بود که چطور به این انفصال و جدا شدگی خودش از بافت فرمان الهی و دربار شاهان واکنش نشون میده؟ پاسخ صریح و به ظاهر ساده است، با تجزیه قصیده، با اعلام استقلال قسمتی از قصیده به عنوان یک مرز بوم و تریتوری در واقع مستقل و خود مختار، یک استان یا ولایتی که از کل قصیده جدا میشه، نام خودش رو غزل میگذاره. بافت منسجم قصیده در اینجا تکه‌پاره میشه. غزل که محصول بخش تشبیب و نصیب بود جدا میشه. اون ساختار بوروکراتیک که محصول دیوان سالاری شعر سامانی بود اینجا دیگه از بین میره. اینجا ما با خود مختاری قسمتی از قصیده مواجه. این مثلا هیچگاه مورد اشاره کسی قرار نگرفته. اینکه ما همیشه به شعر فارسی این نقد رو داشتیم که غزل فارسی مجموعی از تک بیت هاست، دارای انسجام محور عمودی نیست. شما شکل غالب روایی در غزل نمی بینید. تک توک بله میتونید ببینید، فرزن به شعر مولانا رجوع بکنید، اون شعر معروفش که نهنگی هم برآورد سر خورد آن آب دریا را، که این دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. یا نه پیشتر در شعر عطار شما غزل روایی، عطار که با دانش فرمالیستی ساختارگرایی امروز که به شعر خودش عنوان غزل روایی نگاه نمی کرد. عطار احتمالاً میراث انسجام محور عمودی شعر در قصیده رو داشت و میراث برده بود و از اون داشت استفاده میکرد. در شعری که سحرگاهی شدم سوی خرابات، که رندان را کنم دعوت به طاعات، عصا اندر کف و سجاده بر دوش، که هستم زاهدی صاحب کرامات، خراباتی مرا گفتا که ای شیخ تا خود چه داری از مهمات، بدو گفتم که کارم توبه توست، اگر توبه کنی یابی مراعات، مرا گفتا برو ای زاهد خشک که تر گردی ز دردی خرابات. این شعر تا 45 بیت ادامه پیدا میکنه، اما شما میبینید که روایت توی شعر وجود داره. عطار گویی به سبک و سیاق منطق و تر مشغول داستان سرودن در درون یک غزل، رو فراموش میکنه که اصلا داره غزل میگه. اما فارغ از این تک و توک ها و این استثناءات، غالب نقد به شعر فارسی اینه که اینا مجموعی از تک بیتی هاست. هیچ انسجام محور عمودی توی این شعرها وجود نداره. فرزن میگه شما اگه فلان غزل از سعدی یا حافظ یا عماد فقیه یا خواجو رو بردارید، بیت دو رو بذارید جای بیت پنج، بیت پنج رو بذارید جای بیت نه، بیت نه رو بذارید جای بیت دو، سه رو بذارید جای هفت، هیچ اتفاقی نمیفته. چون نهایتاً پویش درونی شعر
با واحد بیت انجام میشه و گویی بیت ها کاملا دارای مرزگذاری نسبت به هم دیگر هستند. امیدوارم همین امروز به این بحث خواهیم رسید که فلسفه این مسئله چیست و چرا این مسئله در شاعری که اوج نه شعر عراقی بلکه اوج شعر فارسی است، یعنی در حافظ، همین مسئله تخطیر میشه و در واقع در موردش بر علیه طغیان میشه و از قضا ما انسجام میبر عمودی داریم توی حافظ. ولی این نقد که شعر غزل فارسی دارای انسجام محور عمودی نیست و همیشه این به کرات تکرار شده، تو دیوار تکرار شده، هیچ موقع به اصل قضیه پرداخته نشده و شاید اولین بار ما داریم در موردش صحبت میکنیم و اون اینه که ما در حال انعکاس یا بازتاب وضعیت بیرونی هستیم. زمانی که اون ساختار بروکراتیک غسیده که متناسب با دیوان سالاری سامانی است از بین میره، خب قضیه طبیعیه، نتیجه‌ای که ما میتونیم منتظرش باشیم این خواهد بود که بله، استقلال قسمتی از غسیده و نهایتا پیدا کردن اجزای اون غسیده، هر اون قطعه هر یک جای خودشون رو، یعنی اینکه با غزلی مواجه هستید که هر بیتش در حال پیدا کردن سرشت، فانکشن یا پویش درونی خودش هست و این عدم ارتباط باز هم در بازتاب اتفاق بیرونی است. آیا کل این پدیده، حالا اونطوری که ما داریم تأکید میکنیم، نتیجه منحصر و جبری حمله مغول هست؟ ما خب در مقام مورخ به نوعی شاید به اون معنا نباشیم، هرچند ادعا کردیم کار ما به نوعی تاریخ نگاری است، اما دست کم میتونیم یه خورده محتاط تر صحبت بکنیم، بگیم که خیر، صرفا حمله مغول نه، اما بله، حمله مغول یکی از مهمترین عواملی هست که به این شعر شک وارد میکنه و در حقیقت رابطه شعر رو با بزرگترین مددکار و حامی و پدرخوانده خودش وقتی قطع میکنه، شما باید منتظر آشوب باشید، باید منتظر این باشید که اون استخوانداری رو بپاشه، باید منتظر این باشید که ارتباط روایی میان ابیات از بین بره و به تک بیت‌ها شما برسید. چیز عجیب غریبی اینجا داره اتفاق نمیفته، نه، رابطه شعر با بیرون خودش همواره یک رابطه دیالکتیکی درون و بیرون هست که اگر نباشه باید بهش به نوعی مشکوک. اکنون نیمه قرن هفت به این سو تا قرن هشت، زمان و اختیار خودش رو شاعر از نو به دست گرفته، اما به قیمت تجزیه و فروپاشی همین قالب اصلی و اعلام خودمختاری، حالا به زبان جغرافیایی صحبت بکنیم، یک استان یا یک اقلیم خودمختار از خودش که ما نامش رو غزل گذاشتیم و از بخش در واقع تشبیب و نصیب قصیده جدا میشه. انگار ما با نوعی توپولوژی سیاسی در اینجا مواجه هستیم. مثلا خود این اصطلاح اقلیم غزل احتمالا شما زیاد شنیدید و باز هم در این مورد هم سکوت کردن که چرا این اضافه استعاری و تشبیهی اینجا به کار رفته. کثرت ترکیباتی نظیر این اقلیم شعر، اقلیم غزل، شهرستان ادب و تمام این ترکیباتی که به نوعی اولین بار تو این دوره به وجود اومدن و توجهی رو جلب نکردن، به نظر من مستقیما محصول همین تشتیه هست و انگار غزل داره به مثابه اقلیم خودمختاری از کل شعر عمل میکنه. این که میگم کل شعر یک مرزبوم گسترده است، یعنی درسته که ما الان در مورد غزل داریم صحبت میکنیم، اما فراموش نکنید دوستان، بزرگترین و مهمترین آثار ادبی فارسی در این دوران دارن خلق میشن. پیشتر تاریخ بیهقی نوشته شده، گلستان سعدی، بوستان، منطق الطیر در مثنوی نوشته شده، مثنوی معنوی مولوی در قالب مثنوی نوشته شده، بنابراین یا جاهای دیگه قصیده نویسی همچنان رواج داره. قوالب جدیدی مانند مصمت، ملمع، مخمس، مثلث، اینا قوالبی هستن که در این دوران کثرت پیدا کردن، همه دارن در هر کدوم از این قوالب شعر میگن. ترجیبند مشهور سعدی در قالب ترجیبند سروده شده، 7-8 بیت مثل غزل موزون مقفا مردف هست، اما نهایتا به یک ترجیبند واحد میرسه که
احتمالا شنیدید، بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خویش گیرم، یک قالب بسیار جدید، نوآورانه، با تراوت و در حقیقت مثل مثنوی، مخمس، مصمت، روایی، مثلث و قوالب دیگه در این دوره داره آزمایش میشه. اما چرا تأکید رو ما اینقدر بر روی غزل میگذاریم؟ به این دلیل که غزل نتیجه در حقیقت سیاسی واکنش شعر به وضعیت سیاسی بیرون هست. غزل هست که گویی داره بار الهیات سیاسی شعر فارسی رو به دوش خودش میکشه.